أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون و همه فرزندانشون، چون من و شما هم فرزند امیرالمومنین علیه السلام محسوب میشیم، روایات متعددی رو شیعه و سنی نقل کردن که امیرالمومنین و پیامبر پدر همه ماها هستند. خود حضرت در آخرین لحظاتی که داشت به شهادت می‌رسید، وقتی که اسبق ابن نواتک اومده بود پشت در که حضرت رو ببینه، به هر حال حالا حدیث مفصله، یه گوشش عرض می‌کنم، ایشون اسبق می که حضرت دست منو گرفت و فرمود، زمانی هم که پیامبر در بستر بیماری افتاده بود دست منو گرفت و این حدیثو برای من خوند، که حالا خلاصش اینه که هر کس آقا والدین بشه چنین چنان خواهد شد، و یا علی انا و انت ابا با هذه الامه، من و تو پدر این امتیم. امیرالمومنین و پیامبر پدر همه ما هستن، بنابراین نامه‌ای که امیرالمومنین به فرزندش نوشته به من و شما هم نوشته، چون ما هم فرزند او محسوب میشیم. خب نامه در جهت تربیت نوشته شده و طبعا تربیت در هر مکتبی رنگ و بوی اون مکتب رو داره، و در مکتب اسلام هم سبقه الهی و دینی داره و تفاوت‌هایی با سایر مکاتب داره که برای ما هم خیلی مهم نیست، چون حقیقت اینه که نگاه ما به دنیا و انسان و هدف از آفرینش انسان و حقیقت انسان با نگاه دیگران از زمین تا آسمان فرق میکنه. اونها نگاهشون به همه چیز مادی است و بینش ماتریالیستی دارن، و ما نگاهمون به انسان به عنوان خلیفۃ الله خیلی با اونها فرق میکنه. اونها حیات رو منحصر به همین دنیا میبینن، ما دنیا رو یه مقدمه، یه مدرسه میبینیم، یک مزرعه میبینیم. اونها خدا را قبول ندارن، ما خدا را قبول داریم. به هر حال تفاوت خیلی زیاده. خب عرض کنم که موضوع بحث این اصل مهم اسلامی بود که از نظر نظام تربیت اسلامی اولویت با حیات اخروی است، والآخرت خیر و ابقا. موضوع بحث این بود و حضرت نکاتی رو می‌فرمودن که برای فرزندشون ثابت کنن که مسئله چنین است، و ضمناً استعداد سفر که کار بسیار مهمی هم هست رو آماده بکنن. خب ما رسیدیم به ولا یفوته طالبه، درسته؟ ولا بد انه مدرکه، بله. فکن منه على حذر ان یدرکک و انت على حال سیئه. نسبت به مرگ در حالی باش، بر حذر باش که نکنه زمانی مرگ تو رو بگیره که در حال زشتی و بدی و گناه باشی، در حال سیئه باشی. فکن منه على حذر ان یدرکک و انت على حال سیئه. از مرگ بر حذر باش، نکنه زمانی تو رو فرا بگیره که در حال گناه باشی. خب ما زیاد میدونیم، زیاد سراغ داریم افرادی که در حال گناه از دنیا رفتن، از اون طرف هم افرادی بودن که در حال نماز از دنیا رفتن، مثل خود امیرالمومنین علیه السلام.
آدم باید برحذر باشه از مرگ، نکنه در حال گناه او رو فرا بگیره. خب انسان در حال گناه چرا توبه نکرده؟ میفهمه قد کنت تو حدث و نفسک منها به توبه. این منها ضمیرش به سیئه برمیگرده. تو داشتی با خودت میگفتی که از این گناه من توبه خواهم کرد، داشتی حدیث نفس میکردی که به هر حال من توبه میکنم و از شر این گناه نجات میدم، اما مرگ به تو فرصت نداد، فرصت نشدی توبه بکنی. قد کنت تو حدث و نفسک، با خودت میگفتی که منها از اون سیئه توبه خواهم کرد. فیحول بینک و بین ذالک، مرگ اومد بین تو و بین اون حال جدایی انداخت، بین اون توبه جدایی انداخت، فرصت توبه رو پیدا نکردی. تصمیم داشتی توبه بکنی ولی نشد، چون آدم نمیدونه کی میمیره، واقعا نمیدونه کی میمیره. دوره بر ما پر از این چیزایی که طرف مثلا میبینی که صبح خوابید، شب خوابید، صبح بلند نشد، نمیدونم حادثه خیلی عجیب و غریب. راننده ما که ما رو عرض کنم صدا سیما میبرد، میگو یک از اقوامشون چند وقت پیش فوت کرده بود، میگو من رفتادم شهری که فوت کرده بود، میگفت که مادرش بهش گفته که بیا تلفن میخوادت، نامزد زنگ زده به تازه نامزد مثلا یک هفته وقت نامزد کرد، این رفته بود که به نامزدش جواب بده، مثلا تندتر رفته از پله ها سر خورده، خورده به زمین، سرش خورده به پله، همون تموم شد همین سادگی. مثلا یک حادثه ای که حالا همینطور دوروبر من از این موارد زیاد هست. خودم چه تضمینی داره که فردا رو درک کنه؟ در بعضی از جواب داریم که اگر کسی فردا رو جزء عمر شمرد، حق مرگ رو ادا نکرده، حق استعداد موت رو ادا نکرده. ما نباید طوری زندگی بکنیم که حالا فردا هستیم. بله، برای دنیا، یه بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم، اش لدنیاک کأنک تعیش و ابدا، برای دنیا چطور زندگی بکنیم؟ تا ابد زنده ایم، هزار سال دیگه نه، ده هزار سال دیگه نه، اصلا نمیمیریم. اش لدنیاک کأنک تعیش و ابدا و اش لآخرتک کأنک تموت و قدا، برای آخرت چطور زندگی بکنیم؟ همین امروز آخرین روزه دیگه، فرصت دیگه باقی نمونده. این سزاواره که انسان نگاهش اینجوری باشه. حضرت فرمان تو چه خبر داری؟ شاید فرصت نداد، بین تو و اون حال توبه جدایی انداخت و فرصت توبه پیدا نکردی. نه، اون فردش فرق میکنه. دوستان توجه داشته باشن، مؤمن اگر سنگ آسیا رو سرش به چرخه به نفعش، اگر هم بهترین زندگی های قصر نشینی و کاخ نشینی رو داشته باشه، بازم خیره براش. غیر وقت مرگ فجعه هم برای مؤمن خیره، برای مؤمن مرگ فجعه هم خیره، مرگ در حال احتضار هم خیره. چرا؟ چون در حال احتضار اگه باشه، خب خودشو یواش یواش عرض کنم که آماده میکنه، توبه میکنه، آماده میشه. مرگ فجعه هم خودش عرض کنم که تحفتون للمؤمن، اینجوری عبارت، اینجوری عبارت، تحفتون للمؤمن. چی؟ فجعتا. اب نداره، اما حالا اگر برای مؤمن این اتفاق افتاد، باز به نفعشه. بله، اگه انسان آمادگی رفتن داشته باشه، آماده لقاء الله باشه بهتره، اما حالا اگه نبود بازم اشکال نداره. بله، برتری نداره، اما اشکالی هم نداره.
اشکال هم نداره، چون عرض کنم که برای مؤمن هرچه باشد نیک است، حتی مرگ فاجعه. من پیدا نکردم روایتش براتون بخونم. خب شاید بین این دوتا اون بهتر باشه، مرگ غیر فاجعه بهتر باشه. مرگ فاجعه هم نداشته باشید. دو نوع داریم، یکی مرگ فجیعه، یکی مرگ نه مثلا کسی شهادت به شهادت رسید، نه مرگ فاجعه. در روایت داریم که از صدقه تو تطفع و میتت از سو. یه وقت انسان با مرگ فاجعه نفله میشه تو خیابون، یه مستی که شراب خورده و اینها میزنه و بعد هم میره، این نفله شدن هست. یه وقت نه، در راه دین انسان کشته میشه، اینم فاجعه دیگه، ترورش میکنن. کدامش خیلی با هم فرق دارن دیگه؟ اون اولی که نفله شدن، دعای اینه که خدا من نفله نشم. اما دومی نه، دومی خیلی خوب. عرض کنم که خب حالا دیگه شانستون نبود چیکار کنم، روزیتون نبود. بله من شانس قبول ندارم، بنده شانس و بخت و اقبال اینها رو هیچکدوم قبول ندارم. من تو خب تو جامعه زندگی میکنیم که این ادبیاتشه دیگه، نمیتونیم از منظورم این که روزیتون نبود. ما هر جا که کم میاریم میندازیم گردن مخاطبین، میگیم روزی شما نبود. آره. خب عرض کنم که پس فیهول بینک و بین ذلک، یهول یعنی حائل میشه، فاصله میشه، مرگ میاد بین تو و توبه حائل میشه، تو به توبه نمیرسی. فاذا انت، فاذن باید باشه، این غلطه، فاذن انت قد اهلکت نفسک، در این هنگام به یقین تو خودتو هلاک کردی، گناه کردی ولی فرصت توبه پیدا نکردی، در این حال خودتو هلاک کردی. این اذا اینجا غلطه، باید اذن باشه. فاذن انت قد اهلکت نفسک، تو در این هنگام به یقین خودتو هلاک کردی. یا بنی اکثر من ذکر الموت و ذکر ما تحجم علیه و تفضی بعد الموت الیه حتی یعتیک و قد اخذت منه حذرک و شددت له عذرک ولا یعتیک بغتتن فیبهرک. خب اینجا حضرت میفرماید که فرزندم زیاد بیاد مرگ باش، دوستان توجهش باشن، یاد مرگ آثار تربیتی فراوانی داره. ما گاهی در بعضی از مباحثی که در زمینه معاد داشتیم که حالا بعضیش هم از بعضی از رسانه ها پخش شد، گاهی دو سه جلسه آثار تربیتی یاد مرگ رو میگفتیم. حالا من برای اینکه تبرکی هم شده باشه، چند از روایاتی که در زمینه آثار یاد مرگ هست خدمتتون میخونم. یه روایت از امام صادق علیه السلام که این روایت از مصباح الشریعه نقل شده، صفحه 57 باب 83، که حضرت فرمود ذکر الموت یمیت و شهوات نفس، یاد مرگ شهوت ها رو در جان انسان میمیراند و یقطع منابت الغفله، اون ریشه های غفلت رو قطع میکنه و یقوی القلب به مواعد الله، دل رو به وعده های خدا قوی میکنه و یرق طبع، طبع انسان، طبیعت انسان رو نرم میکنه، روان میکنه و یکسر اعلام الهوا، پرچم های هواپرستی رو میکشه، میشکنه، هواپرستی از بین میبره و یطف و نار الحرس، آتش حرس و آز رو خاموش میکنه و یحقر الدنیا، دنیا رو در نظر انسان کوچیک میکنه
و هو معنا ما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فکر ساعت خیر من عبادت سنه. امام صادق فرمود که معنای فرمایش پیامبر که فرمود یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت کردن بهتر است همینه. چی فکر کنیم که یک ساعت هم معنی 60 دقیقه نیست، یه ساعت یعنی یه برهه کوچیک از زمان. درباره چی فکر کنیم که یک ساعت فکر کردنش از یک سال عبادت کردن بهتر باشه که پیغمبر فرمود تفکر و ساعتن افضل من عبادت سنه، یا بر حسب این فرمایش امام صادق که پیغمبر فرمود فکر و ساعتن خیر من عبادت سنه. درباره چی فکر کنیم؟ یاد مرگ، درباره مرگ، درباره سفری که میخوایم بریم، درباره مقصد، کجا میخوایم بریم. این از یک سال عبادت ارزشش بیشتره. بعد حدیث ادامه داره که فرمود و ذالک عندما یحل اطناب خیام دنیا. آدم بیادش بدون زمانی که طنابهای خیمه دنیا باز میشه و یشدها فی الاخره، و اون طنابهای خیمه آخرت قوی میشه و انسان از دنیا با آخرت میره. ولا یشکو به نزول رحمه عند ذکر الموت به حاضر صفه. اگر چنین حالی داشتی هرگز تردید نکن که رحمت خدا بر تو نازل خواهد شد موقع مرگت. و من لا یعتبر بالموت و قلت حیلتی و کثرت عجزهی و طول مقامهی فی القبر و تحیرهی فی القیامه فلا خیر منه. کسی که از مرگ پند نگیرد و اینکه چاره نداره کم چاره هست، و اینکه عجزش و ناتوانی زیاده، و اینکه طول ماندنش در قبر زیاده، و اینکه در قیامت حیران و حیرت و سرگردانی زیاده، اگر از این چیزها انسان عبرت نگیره فلا خیر فیه، در این شخص خیری نیست، در این شخصی که اینجوریست خیری نیست. این یک حدیث بود که من خوندم براتون. باز حدیث دیگری هست از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود به شخصی از انصار اومد خدمت پیامبر، گفت منو وصیت کن. فرمود اوصی که به ذکر الموت فانه یسلی کن امر دنیا. به یاد مرگ زیاد باش، تو رو در دنیا تسلیت میده. میخوای آرام بشی، میخوای قصه دنیا رو نخوری، به یاد مرگ باش. فرمایش پیامبر یه بار دیگه میخونم، اوصی که به ذکر الموت فانه یسلی که عن امر دنیا. یاد مرگ انسان رو تسلیت میده، آرامش میکنه. یسلی که عن امر دنیا. و باز فرمود اکثر من ذکر هادم لذات. زیاد یاد اون چیزی که ویران کننده لذات هست باشید. فقیل یا رسول الله فما هادم لذات. پرسیدم هادم لذات چیه، اون چیه لذت ها را ویران میکنه چیه؟ قال الموت. فان اکیس المؤمنین اکثرهم ذکرا للموت و اشدهم استعدادا له و اشدهم له استعدادا. یه بار دیگه میکنم، فان اکیس المؤمنین اکثرهم ذکرا للموت و اشدهم له استعدادا. زیرکترین، زرنگترین مؤمنین کسانی هستن که بیشتر بیاد مرگ باشن و بیشتر استعدادش رو داشته باشن. اشد له استعدادن، نه اشد بل اشد هم له استعدادن. از امام عسکری علیه السلام، از پدرانش، از امیرالمؤمنین علیه السلام، قال قیل لامیر المؤمنین علیه السلام مل استعداد للموت، مفهوم استعداد موت چیه؟ قال اداء الفرائض. اینو یه بار خدمتتون عرض کرده بودم، اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم. واجبات رو انجام بده، حرام ها رو ترک کنه و مکارم اخلاق رو به دست بیار.
ثم لا یوالی ان وقع علی الموت اول موت وقع علیه، بعد از اون دیگه باکش نباشه، او سراغ مرگ بره یا مرگ سراغ او بیاد. والله لا یبالی ابن ابی طالب ان وقع علی الموت اول موت وقع علیه، به خدا قسم پسر ابی طالب باکی ندارد که او سراغ مرگ بره یا مرگ سراغ او بیاد. خب از این روایات فراوان هست که من یک روایت دیگه هم راجع به نشانه استعداد مرگ و اهمیت استعداد مرگ خدمتتون میخونم، این بحثو تمومش میکنم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اتدرون من اکیسکم، میدونید که زیرکترین شما کی هستن؟ قالوا لا یا رسول الله، گفتن نه. قال اکثرهم للموت ذاکرن و احسنکم استعدادن له، کسی که بیشتر بیاد مرگ باشه و بهتر آماده رفتن باشه. فقالوا و ما علامته یا رسول الله، گفتن علامتش چیه که ما به اینجا رسیدیم که آماده رفتن هستیم یا نیست یا نیستیم. قال التجافی عن دار الغرور، دل چندن از این دار غرور که دنیا باشه. تجافی یه بار معنا کردم براتون، یعنی نیمخیز شدن، اون حالت استارتی که دونده ها به خودشون میگیرن قبل از اینکه شلیک بشه، اون حالت رو بهش میگن تجافی. یا نه موقع نماز که شما یه رکعت عقب میمونید چیکار میکنید؟ حالت نیمخیز میشینید، اون بهش میگن تجافی. اون حالتی که انسان یک رکعت عقب میمونه وقتی که امام داره تشهد میخونه نیمخیز میشینه، اون میگن تجافی. انسان نسبت به دنیا اینجوری باشه، در حال نیمخیز به خودش گرفته باشه. ول انابت الی دار الخلود، بازگشت به اون زندگی جاودانه. و تزود لسکن القبور، توشه زاد توشه خودش رو برای سکونت در قبر آماده کرده باشه، همراه خودش دست خالی خلاصه نره، زاد و توشه داشته باشه برای منزل برزخیش. و تعهب لیوم نشور، آمادگی برای ورود به قیامت. این چهارتا نشانه داشتن استعداد موت هست. خب در این زمینه، هم در زمینه ذکر موت خیلی روایت زیاده، هم در زمینه استعداد موت که من بخشی براتون خوندم عرض کردم. این بحثا رو ما معمولا چند جلسه تو بحثای معاد تحت عنوان آثار تربیتی یاد مرگ براش حساب باز میکردیم و توضیح میدادیم. خب میفرماید که فرزندم زیاد بیاد مرگ باش. در روایت داریم پیامبر فرمود، ازش پرسیدن که ممکن انسان با مرگ عادی بمیره ولی شهید محسوب بشه؟ فرمود بله، کسی که هر شبان روزی 20 بار بیاد مرگ باشه، این با هر مرگی بمیره شهید مرده. فرزندم زیاد بیاد مرگ باش و ذکر اون چی که از طریق مرگ بر تو وارد میشه، هجوم اون عرض کنم که پیک مرگ، و یاد این که بعد از مرگ چه چیزهایی برای تو رخ خواهد داد، اینا رو بیادش زیاد باش. انقدر بیاد باش که وقتی که مرگت فرا میرسه تو سنگر خودت رو نسبت به مرگ گرفته باشه. حذر به معنای سنگره، وقد اخستم منه حذرک، حذر خودت رو، اون پناهگاه خودت رو نسبت به مرگ گرفته باشی، از خطرات مرگ در پناه باشی. معنی دقیقش اینه، از خطرات مرگ در پناه باشی. و شددت له ازرک، از به معنای پشته، شد از معنی محکم، پشت انسان محکم باشه. در قرآن داریم که وقتی که حضرت موسی بهش گفتن اذهب الی فرعون انه طغى، قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری. اشدد بهی ازری یعنی با هارون پشت من محکم بشه. اینجا میفرماید که تو نسبت به سفر پشت گرم باشی، پشتت محکم باشه. ما تو فارسی نمیگیم پشتت محکم باشه، میگیم پشتت گرم باشه. این شد ازر میشه، ترجمه تحت لفظیش میشه محکمی پشت، ولی ما در فارسی نمیگیم پشت محکمه، میگیم چیه؟ پشت گرمه.
چی؟ نه مرگ بنسم، آنچه که از طریق مرگ بر تو هجوم میکنه، اینکه تو به مرگ هجوم کنی. بیاد بیار که وقتی که مرگ وارد میشه، سکرات مرگ و اون خطرات و حرارت مرگ چه چیزهایی بر تو هجوم میاره. خب بر انسان، ضمیر بر انسان برمیگرده. و آنچه که از طریق مرگ بر انسان وارد میشه، این زمین ها همه به انسان باید برگرده. خب در این صورت اگر تو آماده باشی، اخست هزرک و شدت ازرک ولا یعتیک بختتن. بختتن تو فارسی هم ما داریم، ناگهانی بگیم بختتن، رفیق ما اومد بختتن فرق. این ناگهانی، یبهرک یعنی بر تو چیره میشه، یعنی یغلو باشه. ولا یعتی که بختتن فیب حرک، در این صورت مرگ ناگهان بر تو وارد نمیشه که بر تو چیره بشه. مرگ با استعداد وارد میشه، میدونیم خبر انتظارشو داریم دیگه. در نتیجه مرگ نمیتونه، سکرات مرگ نمیتونه بر ما غلبه کنه. ما هیم که آمادگی داریم و ازش استقبال میکنیم. و ایاکه ان تقتر به ما ترامن اخلاد اهل دنیا الیها. غرور رو معنا کردیم به معنای گول خوردنه. بپرهیز از این که گول بخوری از آنچه که مشاهده میکنی که اهل دنیا به دنیا چسبیدن. الیها رو ضمیرش رو به دنیا برگردونید. ایاک ان تقتر به ما ترامن اخلاد اهل دنیا الیها، یعنی الی دنیا. نکنه گول اینو بخوری که بعضی از مردم با همه قوا به زمین چسب، به دنیا چسبیدن. اخلاد به معنی جاودانگی است، اینجا به معنی چسبیدن به دنیا، چارچنگی به دنیا چسبیدن. این باعث گول خوردن تو نشه، بگی خب اگه بد بود که اینا این کارو نمی‌کردن. که این نکته دقیق انظر تربیتی خیلی دقیق ها، اطراف ما کسانی هستن که اینها با همه قوا به دنیا چسبیدن. ما میگیم خب لابد کار خوبیه، چطور ما از بقیه عقب موندیم؟ ببینا چقدر دارن از کنم که تلاش میکنن، چقدر چنین چنان میکنن. حضرت میفرمایند گول این چیزا رو نخور. گول چنگ انداختن و چسبیدن اطرافیانت به دنیا رو نخور، که دنیا شایسته دلبستگی رو ندار. و تکالب هم علیها، تکالب از همون کلمه کلبه، کلب معنی سگ دیگه. تکالب یعنی چنگ و دندان نشون دادن سر دنیا. اینها علی ها هم زمینش به دنیا برمیگرده، سر دنیا به هم چنگ و دندون نشون میدن، تکالب میکنن. چطور سگا بر سر قضا با هم دعواشون میشه؟ به اون حالت میگن تکالب. من در ادبیات قدیم دیدم کلمه سگی رو استعمال میکنن. از کنم که بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. سگی بگذار یعنی چه؟ تکالب و رها کن. این کلمه سگی در ادبیات قدیم ما استعمال می شد، ولی اخیرا من ندیدم کلمه سگی رو بخوان استعمال بکنن. این تکالب رو اگه بخوام دقیق فارسیش رو معنا بکنیم میشه سگی، سگ صفتی. البته سگا هم یه حساب کتابی داره کارشون، ولی دعوا میکنن با هم، اون از دهن اون میکشه، اون از دهن اون میکشه. اهل دنیا اینجوری هم بر دنیا تکالب دارن، اون از دست اون چنگ میزنه، اون از دست اون چنگ میزنه، اون نمیدونم فکر میکنه حالا کارشون هم خوبه. تو بازار یه وقت گاهگاهی که میری واقعا انسان اینو کاملا میبینه. چه عبارت‌های زیبایی. واقعا اگر ما هیچی نداشتیم از امیرالمومنین سلام، مگر همین یه جمله، همین یه کلمه، تکالبهم علیها، این عرض کنم که از چنگ یکدیگر در آوردن دنیا، نسبت به دنیا سگی ورزیدن. من کلمه دیگه قشنگتر از این به ذهنم نیومد برای تکالب.
عرض کردم تو ادبیات قدیم ما بود، شعری که من خوندم مال مولوی بود، بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که تا اونجا که میگه سگی بگذار ما هم مردمانیم، این سگ صفتی رو کنار بذار، آخه ما آدمیم. مردم در ادبیات فارسی یعنی آدم. ما به عرض کنم ناس میگیم مردم، اما در ادبیات فارسی اینجوری نیست، مردم یعنی آدم، انسان. انسان در ادبیات فارسی بهش میگن مردم. خب سگی بگذار ما هم مردمانیم، این سگ صفتی رو کنار بذار، آخه ما آدمیم. آدم نباید سگ صفت باشه. میفرماید که اینا چطور گول نزنه، این اخلاد مردم بر دنیا و تکالبشون در دنیا این تو رو گول نزنه، که اینها کار درستی نمی کنه. قد نبعک الله عنها، خداوند به تو قرار داده، خبر داده اونجا که فرمود که ولا یغرنک حیات، ولا یغرنک الحیات الدنیا، چند بار از کنم که اونجاش میفرماید که حیات دنیا و همسران و فرزندان اینها فتنه هستن، انما اموالکم و اولادکم فتنه. یه جدی هم هست که میفرماید دنیا فتنه است. خدا تو قرآن چند بار به تو خبر داده، بهت گفته گول دنیا رو نخور، گفته حیات دنیا قلیله. قد نبعک الله عنها، خداوند درباره دنیا به تو بارها بارها خبر داده که دنیا شایستگی دلبستگی رو نداره. و نعت هی لکه ان نفسها، خود دنیا هم عرض کنم که صفت خودش رو برای تو بیان کرده. اگر تعقل داشته باشی، اگر اهل خرد باشی، اگر اهل دقت باشی، این نعت دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی به معنای خبر مرگ دادن که اینجا ظاهرا اون معنا نباشه، یکم نعت معنای صفت، در عربی نعت معنای صفت است، اینجا نعت یعنی توصیف کرده، ظاهرا این باید بهتر باشه تا اینکه بگیم خبر مرگ خودش رو دنیا به تو داده. نه، وصف خودش رو دنیا برای تو بازگو کرده است. نه در عربی این صفت دیگه میگن نعت خدا رو بگو، یعنی وصف خدا رو کن. اصلا تو عربی هم تو ادبیات هم هست دیگه، یکی از عرض کنم که در نحو در کنار مثلا مستثنا و چی کشم نعت دیگه، نعت با چیز هماهنگی داره، نعت معنی صفت. هیه باز ضمیر به دنیا برمیگرده، دنیا وصف خودش را درباره خودش برای تو بازگو کرده است. ترجمه جمله این شد، هم خدا به تو خبر داده درباره دنیا، هم دنیا از خودش برای تو گفته، بنابراین گول دنیا رو نخور. دنیا خود حقیقت دنیا، خود دنیا حقیقت دنیا، به دنیا میشناسی که، چون خود دنیا وقتی کسان نگاش میکنه کاملا یعنی اوصافش مشهوده، پنهان نیست. و تکشفت لکه ان مساویها، دنیا بدیهای خودش رو برای تو آشکار کرده. اینجوری نیست که بدیهای دنیا پنهان باشه که نیاز به دقت و اینها داشته باشه. یه دقت، یه نگاه بکن به دنیا، ببین چه بلاها که سر افراد نیاورده. این زندگی شاه و عرض کنم که مادر رضا، محمد رضا شاه، زن رضا شاه که بهش میگفتن ملکه مادر، ملکه اول ملکه پهلوی، بعد هم فرح دادش در آمد اسمش شد ملکه مادر. عرض کنم که میدونید دوستان که ایشون به چه وضعی مرد و چه اتفاقاتی براش افتاد؟ در آمریکا مرد. خب بچه‌هاش همه زنده هستن، زنده بودن، پسراش، دختراش، نوه‌هاش،
همین رضا ربه پهلوی که این همه ادعا داره، خب چون نوه بزرگ ایشونه دیگه، همه اینها زنده بودن، خبرشون دادن که مادر بزرگتون مرده، بیا تجهیزش کن توی بیمارستان گمنام، یک بیمارستان دولتی. ثروتایی که اینا داشتن سر به ده ها میلیارد میزنه، ثروتایی که از این ملت دزدیدن بردن، کاخ ها و اونجا طلاها و جواهرات و زندگی این خانم رو شما مطالعه کنید ببینید چی بوده. حالا موقع مرگش تو یک بیمارستان دولتی غریبانه هیچ کس نبوده، تنها مرده، به بچه‌هاش خبر دادن مادرتون مرده بیاد ببریدش، نرفتن. دو ماه اینشون تو بیمارستان مونده، یک نفر نرفته اینو ببره تجهیز کنه دفنش کنن. آخر فرح که ایشون با فرح خیلی بد بوده و دعوا می‌کردن مرتب مادر شوهرش، حالا مادر شوهری که فرح می‌خواست جاشونو بگیره، جای اونو بگیره، چون اون ملکه بود، فرح میگفت نه دیگه حالا ملکه منم، تو چه کاری تو قدیم بود. خلاصه ایشون 5000 دلار میفرسته آمریکا که این خانم رو تجهیزش کنن. یکی از پسراش که معتاد هم هست، نمیدونم حمید رضا، خلاصه که از اینها پول میگیره میکشه بالا، میره صرف احتیاطش میکنه، باز مادر اونجا میمونه. بعد از دو ماه خود شهرداری نیویورک ایشون میبره اون جایی که معتادا رو دفن میکنن، جایی که تو آمریکا که کسانی که تو خیابونا میمیرن، چون از این اتفاقا زیاد میفته اونجا، اینا برای خودشون یه قبرستان دارن، قانونهای دارن، این رو به اون شکل میبرن اونجا دفنش میکنن. این دنیاست، این دنیاست که اینا رو انسان خب میبینه دیگه، مساوی از این بدتر. در ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام هستیم. یکی دو نمونه از اینا رو خدمتتون عرض بکنم تا ببینید وضع دنیا چه جوری است. وقتی که بنا شد بر شهدا اسب بتازن، کسی جرأت نمی‌کرد، کسی حاضر نمی‌شد، ولذا عمر اسد دستور نظامی نداد، نگفت فلان گروه برن این کارو انجام بدن، گفت من ینتدب علی الحسین، کی داوطلبه که بر این بدنها اسب بتازه. 10 نفر داوطلب شدن از اون سپاه 30,000 نفره، 10 نفر داوطلب شدن به خاطر پول. خب رفتن این جنایت بزرگ انجام دادن. یک تاریخ اومد تا 7 پشتشون رو در آورد، اینا رو برد زیر ذره بین، ثابت کرد همشون زنازاده بودن با دلایل فراوان. کی تاریخ دنبال کی حرفا میره؟ اونجا 30,000 نفر آدم بودن، چرا دنبال دیگران نرفته؟ خیلی ممکنه که مشکل عرض کنم که نطفه داشته باشن مشکل، اما تاریخ با اینا کاری نداره. اما این 10 نفر رو انقدر جستجو کرد، انقدر برد زیر ذره بین، انقدر گشت و گشت و همه چیشون آشکار کرد و ثابت کرد که همه اینها زنازاده بودن. یک، دو، پولی که بهشون دادن کمتر از خرج اون نعل جدیدی بود که به اسباشون زدن، جایزه‌ای که بهشون دادن کمتر از اون بود. سه، مختار دستور داد اینها رو زنده زنده به زمین میخکوب کردن، خیلی هم طول نکشیدی که دو سال بعدش، و بر بدنهاشون اسب تاختن، بعد هم اونها رو همونجا هنوز که نیمه جان بودن آتیش زد. این کسی که دنبال دنیا بودی آخرش اینجاست. یکیشون رفت پیش یزید گفت که باید شعر عربیه، تارکا من پول بریز، چون من بهترین انسان رو از لحاظ نسب و شرف و چی کشتم. یزید گفت اگه میدونستی بهترین انسان از هر نظر هست چرا کشتیش؟ گردن خودشم بزنید. به همین سادگی. عمر سعد رو دوستان خوب میدونن که عمر سعد از اقوام امام حسین بود دیگه، سعد ابن ابی وقاص، با مادر پیغمبر اینها رابطه نسبی، از یه طایفه هستن، هر دوشون از طایفه بنی زهر هستن، هم آمنه مادر پیغمبر هم سعد ابن ابی وقاص، اینها از طایفه بنی زهر که یک طایفه هستن. خب ایشون یه شخصیتی بود برای خودش. قبل از جریان کربلا ایشون رو انتخاب کرده بودن برای ایران، حالا ری که میگن چند برابر ایران بود که بیاد ایران و حکومت اینجا رو به دست بگیره. ایشون قبلا به عنوان
حاکم کل ایران و فرمانده سپاه عرض کنم شام برای جنگ با ادامه جنگ با آذربایجان و اونجا اومده بود. وقتی موقع مسئله کربلا که پیش اومد عبیدالله بهش گفت اول باید بری کربلا بعد بری دنبال ماموریت، گفت این ابلاغ من نوشته شده همه مردم میدونن تو سر زبان ها افتاده، بعد که بخوان بگن که، گفت نه همین که گفتم اول برو کربلا بعد برو دنبال اون ماموریت اون مثلا محل حکومتت. خلاصه ایشون یه شبان روز مهلت خواست، حالا کار ندارم، میدونید کربلا اومد امام حسین چند بار باش صحبت کرد، 3-4 تا جلسه گذاشتن، آخرین جلسه ابا عبدالله علیه السلام با عمر صدر روز عاشورا بود، همه راه های بهانشو بست، گفت خونم رو ویران میکنن حضرت فرمان، من بهتر از اون برات میسازم، گفت مزرعه رو میگیرن حضرت فرمان، فلان مزرعه که من در حجاز دارم بهت میدم، هر چی گفت آقا ابا عبدالله علیه السلام بهانشو، آخر گفت میخوام برم ری، حکومت ری. امام فرمود که امیدوارم یا پیشبینی میکنم که از گندم ری نخواهی خورد، با تمسخر گفت جوشم برای ما کافیه. حالا جوشو خورد. ببینید بعد از کربلا چه اتفاقی افتاد. وقتی برگشت رفت پیش عبیدالله گفت خب ما ماموریت انجام دادیم و ابلاغ ما رو بده که بریم. گفت اون نامه‌ای که نوشتم بهت، اون امریه‌ای که نوشتم بری کربلا رو بده. گفت اون نامه گم شده. گفت نباید بدی. اصرار کرد که اون نامه رو گذاشتم که اگه فردا پیرزنهای قریش منو سرزنش کردن یه سند داشته باشم. البته این عرض کنم که مسخره ترین بهانه است که میشه داشت. این چه سندی است؟ گفت من اونو گذاشتم که جواب زنهای قریش رو بدم. گفت باید بدی. به همین سادگی بینشون به هم خورد. عمر صد بایکوت شد تو کوفه، طوری که هیچ کس تحویلش نمیگرفت. میرفت تو مسجد، مردم میرفتن بیرون. چند نفر جمع بودن میرفت نزدیکشون هم پراکنده میشدن، سلامش نمیکردن، سلام میکرد جوابش نمیدن، تا اینکه مجبور شد از خونه بیرون نره. صبح تا شب، شب تا صبح تو خونش نشسته بود، تا اینکه تو خونه خودش جلو زن و بچهش مامورین مختار اومدن سرش رو جدا کرد، سرش آوردن پیش مختار. پسرش رفته بود که اون چون امان نامه مختار بهش داده بود که باش کار نداشته باشه. اینا رو دوستان خوبه بخونن که کمی ما با دنیا بیشتر آشنا بشیم. مختار به عمر صد امان نامه داده بود، قوم خیش هم هستن، یعنی زن مختار خواهر عمر صده. بله چی؟ خواهر مختار. من چی گفتم؟ برعکس گفتم. خب شما بهتر از من. خب بر اون خواهرزادش اومده بود پیش داییش که یادش بیاره که به پدر من امان نامه داد، چون شنیده بودن که مختار گفته فردا کسی رو خواهم کش که چنین چنان خواهد بود، احتمال میدادن که عمر صد باشه. پسر عمر صد اومد پیش داییش که اون امان نامه رو تجدید کنه، در حالی که نشسته بود سر عمر صد آوردن پیشش. مختار بهش گفت این سر رو میشناسی؟ گفت آره، اما دیگه بعد از این سر دنیا ارزشی نداره. گفت راست میگی، گردنشو بزنید. بعد خود مختار گفت این به جای علی بن حسین، اینم به جای حسین. بعد گفت اینا کجا و اونها کجا؟ یک تار موی امام حسین علیه السلام به اندازه همه دنیا میارزه. این سرانجام عمر صد که برای دنیا، برای حکومت، برای پست، نمیدونم برای پول، اون جنایت بزرگ مرتکب شد. اینها اون چیزهایی است که مساوی دنیا رو من معرفی میکنه. این که حضرت میفرماید که دنیا مساوی خودش رو آشکار کرده. کشف به معنی برهنه کردن که میگم، کشف حجاب که حالا در ایام کشف حجاب هم ظاهرا هستیم دیگه، همین روزا درسته 17 بود که پهلوی کشف حجاب. کشف معنی برهنه کردن، کنار گذاشتن. دنیا بدیهای خودش رو آشکار کرده، کشف کرده، بدیهای خودش رو به تو نشون داده. بنابراین دیگه بهانه نباید داشته باشی. چی؟ نعت، خود نعت مصدر دیگه، یعنی صفت. ها نعت مصدرش نعته، نعت اینجا بله فعله، ولی نعت مصدره، خود نعت مصدره اینجا بله، نعت فعل ماضی بله. نعت، نعت، نعت
یعنی ساکن. نه نمیگم نعت، نعه نمیگم، نعت. این فتحه نداره، ساکنه. نه این که عرض کردم فعله که نعت فاعلش دنیاست، اما اون که من میگم نعت، نه نعت. دقت کردی چی عرض کردم؟ نعت نه نعت، این نعته. خب اون نه، اون عرض کنم که عین الفعلش ساکنه، عینش ساکنه، اینجا عینش هم فتحه داره. این فعله، فعل فاعلش هم دنیاست، یعنی فاعلش همون هیه هست، اما مصدرش نعته بدون فتحه. خب و تکشفت لکم مساویها، مساوی یعنی بدیها و زشتیها. دنیا زشتیهای خودش رو برای تو آشکار کرده و به تو نشون داده. خب این تیترم باز جاش برجاست، اون که نوشته معرفت اهل دنیا، باید قبل از اون و ایاکه اونجا تیتر رو اینجوری میزد، شناخت دنیا. این 13 که اونجا تیتر رو زده قبل از و ایاکن تقتره، اونجا باید این تیتر رو می آورد، شناخت دنیا یا معرفت دنیا، نه معرفت اهل دنیا، همه خود دنیا از جمله اهلش. تازه اهل دنیا هم که یه خط بالاتر بود، یه خط و نصفی بالاتر بود و اصلا اون ایاکه باید می آورد. خیلی خوب، از این اشتباهات این تو این چیز زیاده که خود دوستان حتما اصلاحش کنن. فإنما اهلها کلاب عاویه، اهل دنیا سگان گرسنه و درنده‌ای هستند که به جان هم میفتند. و سباع ضاریه، سباع جمع سبع هست به معنای درنده، ضاریه یعنی ضرر زننده. اهل دنیا درندگانی هستند که به یکدیگر ضرر میزنند، گرگانی هستند که منتظرن که امام رحمت الله علیه تو که از فرمایشاتشون عرض کنم که نسبت به دستگاه، نسبت به حکومت‌های جور که آمریکا و عرض کنم حکام جور، میگفت اینا مثل گرگ‌هایی میمونن که در زمستان گرسنه هستن. گرگا وقتی گرسنه میمونن دیگه هیچ چیز پیدا نمیکنن، یه حلقه میزنن دور هم جمع میشن، همینطور به هم نگاه میکنن، با نگاه وحشتناکی به هم نگاه میکنن، هر کدامشون چرت زد میزنن سرش میخورندش، منتظرن یکی یه ضعفی از خودش نشون بده، تا نشون داد همون رو میزنن سرش میخورندش. اهل دنیا اینجوریان، اهل دنیا اینها کلاب آویه و سباع زاریه هستن، نگاه میکنن ببینن کی داره عرض کنم چرت میزنه که بریزن غارتش کنن، به هم ضرر میزنن. یحر بعضها علی بعض و یأکل عزیزها ذلیلها و یقهر کبیرها صغیرها. نعم معلقه یا مقفله و اخرى مهمله قد ازلت عقولها. خب این رو عرض کنم که تأمل بکنن دوستان. ما دو تا راه داریم، یکی این که رو جمله جمله حضرت توقف کنیم و نکات تربیتیش رو استخراج بکنیم و بریم جلو، یکی این که نه این بخش رو در یک سرفصل کلی مطرح بکنیم تحت عنوان عرض کنم که شناخت دنیا به عنوان عوامل مؤثر در تربیت. ما ظاهرا تا حالا فرصت این بحث رو نداشتیم که بخوایم عوامل مؤثر در تربیت رو بحث کنیم، شاید هم گفتم یکی دوبار ظاهرا راجع به عامل ژنتیک و محیط و اینها بحث کردم قبلا. ها قبلا سرفصلش رو گفتم بعدا. بله، شناخت دنیا و معرفت دنیا از عوامل مؤثر در تربیت، چون انسان به هر حال تو دنیا میخواد تربیت بشه، باید این مدرسه رو بشناسه،
چه چیزایش خوبه چه چیزایش بده. اون سازوکارهای دنیا رو اگه نشناسه خب تربیت نمیشه. اینو به دو صورت میتونیم بحث کنیم، یکی اینکه جمله جمله شو بحث بکنیم، نکات تربیتیش استخراج بکنیم، یکی اینکه نه مجموعه این بحث ها همه رو یک جا تحت عنوان معرفت دنیا یا شناخت دنیا موضوع بحث قرار بدیم. بندم یه تأمل میکنم ببینم که کدام کارو بکنم و فردا انشاءالله، ما فردا انشاءالله خدمتون هستیم، برخلاف هر هفته که یک شنبه تعطیل بود، فردا انشاءالله همین ساعت به همین شکل درس ما خواهد بود تا بعد ببینیم. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نیاید بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.